درود بر شما دوستان عزیز سلام دکتر ایوا هستم متخصص روانشناسی و سکس تراپیست عزیزان با این کلیپ جدید که در مورد چهار مرحله رابطه جنسی در به اصطلاح چرخه جنسی سالم هست این جلسه در خدمتتون هستیم و قصد دارم که چهار مرحله رو به طور کامل برای شما توضیح بدم که قاعدتا در زوجها باید این چهار مرحله صورت بگیره خب قاعدتا هر کسی که رابطه جنسی رو بخواد شروع بکنه با یک افزایش میل نسبت به رابطه جنسی شروع میشه که قبلش خب یه علاقه زوجها معمولا به همدیگه دارن که این علاقه باعث میشه که میل جنسی در حین رابطه جنسی شروع بشه قبل از اینکه میل جنسی معمولا شروع بشه زوجها عشق بازی یا فور پلی دارن که قاعدتا حدود 10 تا 20 دقیقه معمولا این رابطه عشق طول میکشه بعد از این مرحله است که چرخه جنسی شروع به افزایش پیدا پیدا میکنه اولین مرحله از چهار مرحله رابطه جنسی سالم میل جنسی هست که در زوجها شروع میشه در آقایون هورمون تستوسترون هست که باعث افزایش میل جنسی میشه و در خانم ها های به اصطلاح استروژن هست و استرادیول هم هست که دوتاشون در خانم ها باعث افزایش میل و رابطه جنسی میشن بعد از اینکه زوجها افزایش میل پیدا میکنن که حدود 5 تا 10 دقیقه طول میکشه وارد مرحله برانگیختگی میشن در مرحله برانگیختگی که مهمترین در واقع مرحله رابطه جنسی هست که معمولا زوج ها تو این بازه زمانی مرحله برانگیختگی دچار مشکل میشن اینه که این مرحله مشخصات خاص خودش رو داره در مرحله برانگیختگی احتقان ناحیه تناسلی در زوج صورت میگیره در آقایون به صورت نعوز آلت تناسلی افزایش زربان غرب پوست صورت میگیره در خانم ها هم احتقان ناحیه تناسلی به اصطلاح صورت میگیره و سرف شدن نوک سینه ها در خانم ها هم یکی از علائم مرحله برانگیختگی تو این مرحله است افزایش ضربان قلب و هیجان و به افزایش مجدد میل جنسی تو این مرحله صورت میگیره اسم دیگه مرحله برانگیختگی تحریک یا پلاتو هست که اگر یک جای دیگه این مراحل رو شنیدی، در واقع منظور همین مرحله دوم رابطه جنسی یا همون هست. در مرحله بعدی که مرحله اورگاسم هست معمولا مرحله اورگاسم نسبت به مرحله میل جنسی و برانگیختگی جنسی به مراتب کوتاهتر هست بین حدود 5 تا 15 ثانیه در خانم ها و بین 5 تا 10 ثانیه در آقایون صورت میگیره که در این مرحله انزال صورت میگیره در آقایون انزال مایه منی صورت میگیره و در خانم ها هم در واقع شل شدن ناحیه مهبلی و نهایتا خیز شدن زیاد معمولا در خانم ها صورت میگیره بعد از مرحله اورگاس مرحله فرونشینی هست که در مرحله فرونشینی به اصطلاح ضربان قلب کم کم آروم میشه ناحیه تناسلی از اون حالت برانگیختگی در میاد و فرد به یک آرامش در واقع نسبی برسه در هر کدوم از این مراحل عزیزان دقت بفرمایید که در کلیپ های بعدی که من ضب خواهم کرد به شما توضیح خواهم داد که در هر کدوم از این مراحل اگر فرد یا زوج دوچار مشکل بشه در واقع دوچار یک نوع ناکارآمدی جنسی است مثلا فردی که در میل جنسی به اصطلاح دوچار مشکل میشه یا در مرحله برانگیختگی دوچار مشکل میشه یک نوع ناکارآمدی در واقع در رابطه جنسی این فرد افزایش پیدا میکنه و منجر به به اصطلاح دلزدگی زناشویی یا دلزدگی نسبت به رابطه جنسی میشه که معمولا زوجها رو در واقع به انحرافات میکشونه ممنون میشم که این کلیپ رو به اصطلاح حمایت بکنید سابسکرایب بکنید تا کلیپ های بعدی که من ضبط خواهم کرد به اصطلاح در گوشیاتون براتون لود بشه ممنونم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم بدرود